Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz ba videoyu dumme farmako dynamics. Dari video mosh maruye yeki az mavzuat asasi farmako dynamics sohbat khard kardim ke signaling mekanizm ast. Yani vaqti ke dawa ba ek receptorish wasl mesha ba khusus dawa agonist ke ba tavlid response mesha. Bas az kodam tariq hujra va ya amu nas response medad yani javob medad muqabil ami dawa. The binding of an agonist drug to its receptor activates an effector or signaling mechanism. Yani zamanı ki dawa ba ek receptor khud wasl mejad, dawa agonist. Pas bayas faal shudan yak effector yani yak ta'sir guzar va yak mekanizm signal mejad dar dakhle hujra. Hal mekhanim ki kodam signal ha ra faal sazi mekunan. Intracellular receptors. شما از فیزیولوژی اندوکراین میفهمین که هورمون های تایروید، هورمون های گونادال، استروئید، ویتامین دی و دیگر استروئید ها از طریق انتروسلولار ریسپتورز عمل میکنن. پس دواهایی که مشابه به همین هورمون ها ساخته شدن، اونا هم از طریق انتروسلولار ریسپتور عمل میکنن. خب این ریسپتور کدام ریسپتور است؟ زمانی که هورمون و یا دوا رسید به حجره از طریق ریسپتورش داخل حجره می شود هورمون بعد از اینکه داخل حجره شد ترانسلوکیت یا انتقال داده می شود نیوکلیاس یا به هسته حجره در هسته حجره با سپیسر دی ان ای که قسمتی از دی ان ای حجره است وصل می شود انتراکت می کند در نتیجهش باعث جن اکسپریشن می شود یا امو تظاهر جن که در نتیجه که جن تظاهر کرد حتما یک ام آر ان ای تشکیل میشه ام آر ان ای آمده در رایبوزوم و پروتین میسازه پس نتیجهش تولید پروتین میباشه تکرار میکنیم وقتی که هورمون و یا هم یک دوا به ریسپتور انتراسلولار خود وصل شد یعنی در داخل حجره ریسپتورش وجود داره وقتی که به وصل شد دوباره انتقال داده میشه به هسته حجره در هسته حجره با سپیسر دی ان ای وصل میشه وقتی که با سپیسر دی ان ای یک جای شد در نتیجه جن اکسپریشن واقع میشه که شما از جن اکسپریشن میفهمین که وقتی جن اکسپریشن واقع شد یعنی ترانسکریپشن صورت میگیره از دی ان ای آر ان ای ساخته میشه که آر ان ای را ما شما به نام ام آر ان ای یا مسنجر آر ان ای یاد میکنیم باز ام آر ان ای در رایبوزوم آمده و پروتین میسازه مثالش میتیم گلوکوکورتیکوید ها گلوکوکورتیکوید ها از جمله از دواهایی است که در حالت های التهابی استفاده میشن شما شاید بیشتر استفاده کرده باشین مثلا دکسامتازون اینا چی میکنن پروتین تولید میکنن از اون میکانیزمی که بالا گفتیم و همین پروتین تولید شده باعث نهی انفلاماتوری میدیاترز میشوند یعنی گلوکوکورتیکوید میره بر ریسپتور انتراسلولار خود وصل میشه تا باز به هسته حجره انتقال داده میشه با سپیسر دی ان ای یک جای شده و جن اکسپرشن امی پروتین مشخص فعال میسازه یعنی امو پروتین مشخص فعال میشه که باعث نهی انفلاماتوری میدیاترز میشه شما میفهمین زمانی که التهاب به وجود میآیه انفلاماتوری میدیاترز باعث جلب سایر حجرات التهابی در ناحیه میشن و التهاب پیشرفته میسازن و زمانی که شما یک التهاب تداوی میکنین اول یک دوای میتین اگر میکروبی باشه که انتان از بین برن و تداوی دوم شما ای است که التهاب کاهش بتین چون التهاب با ضرر انسان میباشه بعضن و ناراحت کننده هم است و یک مشخصه که دواها داره ای است که اینا slower onset و long duration دارن ای را متوجه باشیم slower onset یعنی شروعشان زمانگیر است اگر یک کس به شکل سری ضرورت داشته باشه که برش ارازش از بین بره پس ای دوا انتخابی نیست slower onset داره زمانگیر است و long duration داره وقتی که فعال شد دیوریشنش طولانی است چرا؟ چون همی جین اکسپریشن که واقع میشه به شکل دوامدار و به شکل طولانی پروتین تولید کرده میره و اون پروتینی که تولید شده به شکل دوامدار عمل کرده میره و میدیاتورهای التهابی را نهی میکنه دوم داریم ریسپتورهایی که وصل شدن به چینل های آیون یعنی ریسپتور است
و وصل شده به آینها. وقتی که دوا به رسپتور وصل میشه، در نتیجه تغییر در امی چینل واقع میشه، باعث فعالسازی ای چینل میشه یا هم باعث غیر فعالسازی ای چینل. که گفته به اکثر دوا هستن به شکل انتاگونایز عمل میکنن. یعنی چی را انتاگونایز میکنن؟ اندوجنیوس لایگند. شما میفهمین که ما شما اکثر سلا لایگند های داخل منشا داریم که باعث میشن که امو فلوی آین ها در یک اکسایتیبل ممبران رگولیت شوه یا تنظیم شوه. شما اکسایتیبل ممبران نمیشناسین؟ یعنی حجراتی که تنبیه پذیر هستن، اونا در حجرات خود در سطح غشای خود چینل های آینیک دارن و می چینل های آینیک توسط اندوجنس لایگند تنظیم میشن. وقتی که ما شما یک دوا میتونیم به مریض، ما شما تاثیرات اندوجنس لایگند انتاگونایز میکنیم. چرا؟ چون دوا رسپتور رو به خود میگیره، اندوجنس لایگند عمل نمیکنه. پس همین دوای ما شما من حیث یک انتاگونایزینگ اجنت به خاطر اندوجنس لایگند عمل کرد، اما خودش یک اگونست است و خودش یک ریسپانس تولید میکنه و می چینل یا افزایش میده و یا همی که کاهشش میده. طور مثال ما شما رسپتور های نیکوتینیک که باز در بخش اتونومیک نرو سیستم خواهد خواندیم به خاطر استایلکولین است. یعنی استایلکولین میره به رسپتور نیکوتینیک وصل میشه و رسپتور نیکوتینیک به سودیم پوتاشیم آین چینل وصل شده، در نتیجه سودیم از حجره خارج میشه و پوتاشیم داخل حجره میشه و امو کانترکشن یا تقلص عضله واقع میشه که بیشتری را در ما مایو نیورال جنکشن میبینیم، یعنی در جنکشن یا وصل عصب با عضله که باز در بخش اتونومی را ما شما انشاءالله مکمل خواهد خوانیم. فقط حال شما مقبول فهمین که بعضی از دواها، بعضی از سبستنس ها به رسپتور وصل میشن که همی رسپتورشان به چینل آیون وصل است. وقتی که ما شما به رسپتور دوا یا یک سبستنس وصل میکنیم، در نتیجه در تغییرات در چینل آینیک واقع میشن. مثال دیگهش مثلا دوای دیجاکسین است. دوای دیجاکسین باعث نهیه شدن سودیم پوتاشیم ایتیپیز در عضلات قلبی میشه. یعنی یک چینل نهیه کرد. بعضی از دواهاشون چینل ها را باز میکنن، بعضی هاشون نهیه میکنن. شکل سوم از رسپتورهای ما شما پروتین هاست که در سطح حجرات وجود دارد و همی پروتین ها باعث رسپتور عمل میکنند. خب این پروتین ها کدام پروتین هاست؟ جی تی پی پروتینز که ما شما با اصطلاح میره جی پروتین یاد میکنیم. وقتی که دوا به رسپتور خود کمی جی پروتین است وصل شد، در نتیجهش ادینال سیکلاز فعال میشن. ادینال سیکلاز که فعال شد، این انزایم ای تی پی را به سایکلیک ای ام پی تبدیل میکنه و همی سایکلیک ایمپی من حیث یک سیکند مسنجر عمل میکنه. خب آل سیکند مسنجر چی است؟ سیکند مسنجر یعنی پیام رسان ثانوی که بعد از یک تاثیرات دوا را همی سیکند مسنجر انتقال میده. یعنی خود دوا داخل حجره نشد، فقط شما در ایشی ما ببینین رسپتور است. فکر کنین این رسپتور است بخاطر جی پروتینز که همی بنام جی پروتینز یاد میشه و اینی مولکول ها بالاش وصل میشن، گلوکاگون، استایلکولین، کاتکولامینز بالایی وصل میشن. وقتی که وصل شدن که چینل های الفا، بتا و گاما دارن، ادرینال سیکلاز فعال میشه. ادرینال سیکلاز که فعال شد، ای تی پی به سیکلیک ایمپی تبدیل میشه و سیکلیک ایمپی باعث زیاد شدن پروتین کاینیز ای میشه. پروتین کاینیز ای باعث فسفورلیت شدن سی آر ای بی میشه که با سرگپ میزنید سی آر ای بی چیست؟ و همی سی آر ای بی داخل هسته میشه و در هسته باعث جین اکسپریشن میشه. یعنی تفاوت از این با او دواهایی که از طریق انتراسلولر عمل میکردی بود که دواهای انتراسلولر خودشان داخل هسته میشدن و خودشان با سپیسر دی ان ای یک جای شده و جین اکسپریشن آغاز میکردن. اما این دواها بالای پروتین جی وصل میشن و فقط پیام انتقال میدن که ادرینال سیکلیز فعال شوه و ادرینال سیکلیز ای تی پی را به سیکلیک ایمپی تبدیل میکنه و می سیکلیک ایمپی دیگه پیام دوا را انتقال میده. خود دوا در بیرون بالا رسپتور وصل است، بس حال سیکلیک ایمپی است که پیام دوا را انتقال میده و باعث همو جین اکسپریشن میشه.
ما گفتیم که سگلیکین پی باعث فسفوریلیشن بعضی پروتین ها میشه از طریق چی؟ پروتین کاینز که پروتین کاینز باعث فسفوریلیت شدن یک سلسله تیشو اسپسیفیک سابستریت انزایمز میشه که به نام CRB هم ایرا یاد میکنن. یعنی یک سلسله پروتین های مشخص داخل حجروی هستند که توسط پروتین کاینز ای فسفوریلیت میشن، یعنی برشان یک فسفیت وصل میشه. بعد از این پروتین ها داخل هسته شده و جن اکسپریشن تا فعال میکنن. خب چند نوع جی پروتین ما شما داریم؟ جی اس پروتین، اس یعنی استیمولاتوری، تنبیه کننده. وقتی که دوای اگونست به این ریسپتور وصل میشه باعث میشه که سیکلیک ایمپی در پروڈکشنش بیشتر شود. یعنی به طور خلاصه گفته میتونیم که وقتی دوا به پروتین جی اس وصل شود، دوای اگونست، دوای انتاگونست نه، چون دوای انتاگونست اگه وصل شد ریسپتور ریسپانس نمیده، بلاک میشه. اما دوای اگونست که وصل شود ریسپتور ریسپانس میده، در نتیجهش سیکلیک ایمپی بیشتر میشه. ادینال سیکلاز زیاد شده، ای تی پی بیشتر به سایکلیک ای ام پی تبدیل میشه. آخذه های بیتا 1 و بیتا 2 هر دویشان از طریق جی اس پروتین عمل میکنن. شما اگر اناتومی اتونوم خوانده باشین، آخذه های ادرنرژیک شامل الفا و بیتا که باز بیتا شامل بیتا 1 و بیتا 2 میباشه که بیتا 1 و بیتا 2 هر دویش استیمولیتوری هستن. و آخذه های دی یک دوپامین، آخذه های اچ دوی هستامین، آخذه های گلوکاگون و آخذه های پروستاسیکلین هم از نوع جی اس می باشن که انشالله باز ما شما در بحث های مربوطش هم از این دواها و آخذه ها را مفصل تر خواهد خانه. فقط حال بفهمین که جی اس پروتین چی میکند. جی اس پروتین سیکلیک ایمپی را بیشتر میکند و آخذه های بیتا 1 و بیتا 2 از طریق جی اس کار میکنند. جی آی پروتین چی هست؟ جی آی یعنی انهبیتوری، پس اینا نهیه میکنن. بایندنگ آف اگونست، بازم ببینین اگونست گفتیم، نگفتیم که انتاگونست، یعنی باید ریسپانس تولید شد و امی ریسپانس خودش یه هسته که تولید سایکلیک ایمپی را کم کن. سایکلیک ایمپی در یک حجره به شکل نرمال تولید میشه. ما و شما دوای اگونست میتیم، دوای میتیم که تولید کننده ریسپانس هست و ریسپانس شمی است که به حجره هدایت میده که سیکلیک ایمپی را دیگه تولید نکو، کاهش بده سیکلیک ایمپی را. کدام دوا ها هستن؟ کدام آخذه ها هستن که از طریق جی آی پروتین عمل میکنن؟ آخذه الفا 2 که یک آخذه ادرجینیک است، آخذه ام 2 استایلکولین، آخذه دی 2 دوپامین که یک نمونه که به یاد می باشه ای است که مد 2، یعنی دو دانه دیوانه اگه یادتان میکنین، M2، A2 و D2. این آخذا انهبیتوری هستن، یا میشه گفته بتانیم که people who are too mad they inhibit themselves، کسایی که زیاد دیوانه باشن اونا خودا نهیه میکنن. پس به خاطر یاد کردنش یک نمونه که خوبتر است. بازم میگم این موضوعات دوباره در بخش اتونوم تکرار میکنیم، فقط حال شما مفکوره داشته باشین که جی آی پروتین یعنی چی. وقتی که یک دوا به جی آی پروتین وصل شوه چی خواهد شد؟ خب حالا من پیش ما یک سوال میکنم که اگر ما به آخذه جی آی پروتین یک دوای انتاگونست وصل کنیم چی خواهد شد؟ آیا در سیکل کیمپی تغییرات خواهد آمد یا نه؟ جواب شما باید باشد که نخیر، تغییرات نمیاد. چرا؟ چون دوای انتاگونست ریسپانس تولید نمیکنه، حجره اصلا خبر نمیشه که چی کنم باید من، و حجره امو تاثیرات نرمال خود ادامه میده، همو فعالیت های نرمالش ادامه پیدا میکنه و نرمال سیکلیک ایمپی را تولید میکنه. جی کیو پروتین نوع سومی از پروتین است که کیوش کدام مشخصه نداره که یاد شوه. اینا تفاوتشی است که اینا باعث فعال شدن فاسفولیپیز سی میشن. انزایم هایی که جی آی و جی اس گفتیم اونا در سیکل کیمپی تغییرات وارد میکردن، اما جی کیو پروتین متفاوت است، از طریق فاسفولیپیز سی پیش میره. فاسفولیپیز سی چی میکنه؟ فاسفولیپیز شما میفهمین یعنی تجزیه کننده فاسفید. فاسفید در کجا وجود داره؟ در حجرات، در غشای حجروی. این نوع سی است. ما نوع ای هم داریم، نوع بی هم داریم، فاسفولیپیز دو هم داریم. اینا چی میکنن؟ اینا فاسفوتیدال اینوزیتول بای فاسفید، پی آی پی دو
کمی مرکب در غشای حجرهی ما و شما موقعیت دارد. این را تجزیه میکنند به چی؟ به اینوزیتول ترایفاسفیت و به دای اسایل گلیسرول. که امی اینوزیتول ترایفاسفیت و دای اسایل گلیسرول ما و شما من حیث سکند مسنجر یا پیامرسان ثانوی عمل میکنند. شما داری چی ما ببینین؟ وقتی که از طریق جی کیو پروتین پیش بریم فاسفولیپیزی سی فعال میشه. فاسفولیپیزی سی که فعال شد فاسفو اینوزیتول بای فاسفیتا تبدیل میکنن به دای اسال گلیسرول و به اینوزیتول ترایفاسفیت. کمی اینوزیتول ترایفاسفیت و دای اسال گلیسرول من حیث پیام رسان ثانوی عمل میکنن. مثل که در سیستم قبلی در جی ایس و در جی آی سیکل کیمپی عمل میکرد، در اینجا دای اسال گلیسرول و اینوزیتول ترایفاسفیت من حیث سکند مسنجر عمل میکنن. که در ایشیم هم شما دیده میتونید که یک مرکبی است که اینوزیتول بای فاسفید است که اگر فاسفولیپید سی بالاش عمل کنه تبدیلش میکنه به دای اسال گلیسرول که اینی مولیکول است و اینوزیتول ترایفاسفید که هر دوی از این مولیکول ها من حیث سکند مسنجر یا پیام رسان ثانوی عمل میکنن. خب این حال چی خواد کردن که عمل شد؟ IP3 یا اینوزیتول ترایفاسفید باعث میشه که کلسیم از سارکوپلازمیک ریتیکولیم آزاد شود. ببینین اینوزیتول ترایفاسفید اینی سارکوپلازمیک ریتیکولیم است، یکی از ارگانیل های حجره. شما از مایکروبیولوژی از مولکولار بیولوژی را میفهمین. سارکوپلازمیک ریتیکولیم ذخیرگاه کلسیم است. کلسیم آزاد میکنه. کلسیم از سارکوپلازمیک ریتیکولم آزاد میکنه و کلسیم میایه همراه دای اسال گلیسرول یک جای میشه. وقتی که همراه دای اسال گلیسرول یک جای شد باعث فعال شدن پروتین کاینیز سی میشه. ببینید اول فاسفولیپیز سی بود، فاسفوتیدل اینوزیتول ترایفاسفید تبدیل کرد به دای اسال گلیسرول و اینوزیتول ترایفاسفید. بعد از او اینوزیتول ترایفاسفید کلسیم از سارکوپلازمیک ریتیکولم آزاد ساخت و آوردش همراه دای اسال گلیسرول یک جای ساخت. وقتی که یک جای شد باعث فعال شدن پروتین کاینیز سی شد. وقتی پروتین کاینیز سی فعال شد پروتین کاینیز سی عین چیز من حیث پروتین کاینیز ای عمل میکنه، هم باعث جن اکسپرشن میشه هم باعث فاسفورلیت شدن پروتین های سی آر ای بی. اما او پروتین های سی آر ای بی که توسط عملیه پروتین کاینیز ای فاسفورلیت شده نبودند. ببینین پروتین کاینیز فاسفورلیت میکنه تیشو اسپسیفیک سابستریت انزایم ها را که توسط پروتین کاینیز فاسفورلیت نشده باشند. کدام آخذه ها از طریق جی کیو پروتین عمل میکنن؟ آخذه M1 و M3 استایلکولین، آخذه الفا 1 نورپینفرین و آخذه دوم انجیو تنسین. که این آخذه ها مربوط سیستم اتونوم میشه، ما شما باز انشالله میخوانیم این آخذه را. در ایشی ما باز براتون تکرار میکنم که جی پروتین هر دو مکانیزمشان جداگانه است. جی اس و جی آی از این طریق پیش میرن، این مربوط جی اس و جی آی میشه و این مربوط جی کیو پروتین میشه. جی اس و جی آی قسمی بود که وقت رسپتور دوا با رسپتور وصل میشد در نتیجه در داخل حجره ادنال سیکلاز فعال میشد. ادنال سیکلاز باعث میشد که ای تی پی به سیکل کیمپی تبدیل شود. سیکل کیمپی باعث فعال شدن پروتین کاینیز ای میشد. پروتین کاینیز ای باعث فاسفورلیت شدن بعضی از انزایم های مشخص داخل حجروی که با نام سی آر ای بی یاد میشه میشد و این انزایم ها داخل هسته شده و باعث جن اکسپرشن میشدن. جی کیو پروتین از این طریق عمل میکنه. وقتی که یک مولکول دوا به شکل اگونیست بالای رسپتور جی کیو وصل شوه، بعد از در داخل حجره فاسفولیپیز سی فعال شده، فاسفولیپیز سی باعث تجزیه شدن فوسفودایدل اینوزیتول بای فاسفید بعد دای اسال گلیسرول و اینوزیتول ترایفاسفید میشه. که اینوزیتول ترایفاسفید از سارکوپلازمیک ریتیکولم کلسیم رها میکنه، کلسیم آمده با دای اسال گلیسرول یک جای شده پروتین کاینیز سی را فعال میکنن. پروتین کاینیز سی باعث جن اکسپرشن هم میشه و باعث فاسفورلیت شدن سی آر ای بی هم میشه. اما او سی آر ای بی هایی که توسط پروتین کاینیز ای فاسفورلیت نشده بودند. سیگلیک جی ام پی و نایتریک اکساید سیگنالینگ. حالا ما شما
مر یک ریسپتور و یک سیگنال دیگر می خوانیم سیکلیک جی ایم پی یا گوانوزین مونوفاسفید سکند مسنجر است در کجا در واسکولار سموت ماسلز در کجا در عضلات ملسای اویه که اینا اجازه میتن چی را دی فاسفورلیشن یعنی فاسفورلیت میگیرن از چی از مایوسین لایت چین شما میفهمین اکتین و مایوسین داریم و امی سیکلیک جی ایم پی باعث میشه که فاسفیت مایوسین گرفته شوه یعنی مایوسین لایت چین بدون فاسفیت شوه در نتیجه مایوسین ریلکس میکنه از کانترکشن میمانه چون اکتین باید مایوسین باید یک فاسفیت داشته باشه بعد از اون میتونه همراه اکتین یک جای دیگه کانترکشن به وجود بیاره شما از فیزیولوژی اصالت میفهمین وقتی که مایوسین فاسفیتش گرفته شد مایوسین نمیتونه که با اکتین یک جای شوه در نتیجه عضله ریلکس میکنه عضله راحت میشه کمی راحت شدن عضله ملسا در اویه باعث وزو دایلشن میشه یا توسعه اویه نایتریک اکساید توسط حجرات اندوتل ساخته میشه حجرات اندوتل یعنی حجرات اویه و بعد از او توسط حجرات اندوتل ساخته میشه و بعد از او داخل عضله ملسا میشن و وقتی که نایتریک اکساید داخل شد اینا گوانیلایل سایکلیز ادینیلایل سایکلیز نیست گوانیلایل سایکلیز فعال میکنن در نتیجه سیکلیک جی ام پی در داخل سموت مسل افزایش پیدا میکنه سیکلیک جی ام پی فاسفیت از مایوسین میگیره در نتیجه وزو دایلشن با وجود میاد دواهایی که وزو دایل تورس هستن برادیکینین و هستامین تمام اینها از طریق افزایش تولید نایتریک اکساید توسط حجرات اندوتل میشن یعنی ما اگر دوای وازودایلاتور میتیم این باعث میشه که نایتریک اکساید در حجرات اندوتل بیشتر تولید شود اگر شما برادیکینین و هستامین هم میفهمین که در حالات التهابی افراز میشن و شما میفهمین وقتی که یک ناحیه التهابی شود او یه ناحیه وازودایلشن میکنن از طریق کدام میکانیزم از طریق میکانیزم نایتریک اکساید که نایتریک اکساید از حجرات اندوتل آغاز افراز شده در نتیجه گوانیل سایکلیز زیاد شده سیکلیک جی ام پی تولید میشه سیکلیک جی ام پی فاسفیت از مایوسین میگیره مایوسین ریلکس میکنه در نتیجه اویه دایلیت یا توسع میکنه و بعضی از ریسپتورها داریم که من حیث انزایم عمل میکنن و بعضی ریسپتورهای ما من حیث ترانسپورتر یعنی وقتی که دوا به انزایم وصل شد انزایم نحیه میشه و وقتی که دوا به یک ترانسپورتر نحیه شد وصل شد ترانسپورتر نحیه میشن مثال شمیتیم استایل کولین استراز انهبیتور میبینین انزایم است استایل کولین استراز وظیفه چی است نحیه کردن یا تخریب کردن استایل کولین ما شما امی انزایم مستقیما نحیه میکنیم یعنی مثل ریسپتورهای قبلی نیست که ریسپتور در سطح حجره وصل میشد بعد از او جین اکسپرشن صورت میگرفت بعد از یک پروتین تولید میشد پروتین میآمد یک فاکتور یا یک انزایم نحیه میکرد در این قسمت ریسپتورها ما مستقیما خود انزایم نحیه میکنیم یعنی خود انزایم به دوا ریسپتور است مثلا ACE inhibitors یا angiotensin converting enzyme inhibitors انزایم است که انجیوتنسین رو کانورت میکنه انجیوتنسین یک به انجیوتنسین دو ما شما دوا میدیم که مستقیما خود ام انزایم نحیه شوه و انزایم دیگه است مثلا ریورس ترانسکریپتیز انزایم است که بیشتر در انتانات استفاده میشه یعنی بخصوص در ویروس ها که دی ان ای خود ترانسکریپت میکنن میسازن و ام ار ان ای از تولید میکنن دوا میدین کمی مرحلهش نحیه شوه و با این شکل انزایم های دیگه است که تمام شب باز ما شما در بخش مربوطهشان مطالعه خود کردیم و نوع دوم گفتیم بعض ریسپتور هاست که خودشان ترانسپورتر هستن یعنی انتقال دهنده هستن وقتی که دوا به وصل میشه یا این ترانسپورتر فعال میشه یا یک ترانسپورتر نحیه میشه به طور مثال inhibitors of reuptake of several neurotransmitters یعنی نحیه کننده های جذب دوباره بعضی از نیوروترانسمیترها شما از فیزیولوژی عصبی میفهمین وقتی که نیوروترانسمیتر داخل سینپسیس افراز میشه و متاثر خود انجام میده دوباره یا اپتیک میشه یا دوباره توسط حجره پری سینپس گرفته میشه یا توسط انزایم تخریب میشه مثلا امو استایل کولین
استراز و اونایی که ریاپتیک میشه ما بعضی نمیخوایم کمی نیرو ترانسمیتر دوباره ریاپتیک شه، ما میخوایم که دموجا بگذاره و تاثیرات خود ادامه داده بره. به همین لحاظ دوام میتیم و امو ترانسپورتر یا انتقال دهندهش که دوباره ایره انتقال می داخل حجره او را نهی میکنیم. در نتیجه نیرو ترانسمیتر داخل حجره پری سایناپس نشده، در داخل سایناپس باقی مانده و آخذه ها را تنبیه کرده میره. نیرو ترانسمیتر امکان داره دوپامین باشه، امکان داره گابا باشه، امکان داره نورپینفرین و هم سیروتونین که در بخش عصبی باز اینا را مطالعه میکنیم. و ریسپتورز فار سایتوکین، بعضی از ریسپتورها هستند که در داخل که برای سایتوکین ها رول وجود دارن. سایتوکین از جمله میدیاتورهای التهاب است. بعضا ما شما دوام میتیم که مشابه به سایتوکین میباشه. این ریسپتورها امکان داره در اریتروپویتین موقعیت داشته باشه، در سوماتروپین و یا هم در انترفرون که از جمله حجراتی است که در وجود دارن و سایتوکین به اینها وصل میشه. وقتی که سایتوکین به اینها وصل شد، اینها باعث فعال شدن تایروزین کاینز میشن که به نام جینوس کاینز یاد میشه که خلاصه به نام جک یادش میکنن. با جک فاسفورولیت میکنه چی را؟ ترانسکریپشن مولکول های استاتا، یعنی باعث میشه که او ترانسکریپشن مولکول های استات افزایش پیدا کنه که هورمون انسولین هم به همین شکل پیش میره. در بخش اندوکرینولوژی باز ما شما این را مطالعه خود کردیم و همین مولکول های استات باز میرن جن ترانسکریپشن فعال میکنن، مثل استروید که پیشتر ما شما گفتیم که استروید ها آخذه های انتراسلولار دارن و با اونها وصل میشن، در نتیجه جن ترانسکریپشن افزایش پیدا میکنن. به طور خلاصه گفته میتونیم که وقتی یک سایتوکین آمد به اریتروپویتین وصل شد، در نتیجه جک یا جنوس کاینز فعال میشه، باعث فعال شدن استات میشه و همین استات باعث جن ترانسکریپشن میشه که در بخش التهاب و در بخش مربوطه باز ایران مفصل میخواهیم. فقط حال یک مفکوره داشته باشین که چیکونه همین پروسه صورت میگیره. و یک کلینیکال کورلیت یا رابطه کلینیکی را کردیم، امانتیناب، امانتیب و سوفرافینیب که از جمله دواهای آنتی کانسر هستند. هر دوی از اینها به ضد کانسر استفاده میشن، چون در کانسر شما میفهمین التهاب فوق العاده بیشتر است و سایتوکین ها بیشتر عمل میکنن و ما باید امو تایروزین کاینیزه که بیشتر فعال کردیم به نام جک، این ما باید شما نهی کنیم در کانسر. البته تداوی کانسر متفاوت است، یکی از تداوی های شمی است که از تولید آخذه های سایتوکین جلوگیری کنیم. و امانتیناب کاس یک دوا است که سپسیفک تایروزین کاینیز انهبیتور است، یعنی به طور مشخص امی تایروزین کاینیز سایتوکین ها را نهی میکنم. و سوفرافینیب یک نان سپسیفیک است، یعنی به طور غیر معین تایروزین کاینیز را نهی میکنه در هر حجره، معلوم نیست که سایتوکین باشه و یا هم یک کدام جای دیگه. حالا باز هم یک چند سوال داریم در بخش فارماکودینامیکس که ما شما باز هم تقاضا میکنیم که شما ویدیو را استارت کنین، خودتان جواب بدین، بعد از او باز ویدیو را پلی کنین و ببینین که جواب چی است. گفته که چهار دوا که عینی تروپویدیک افکت دارن، یعنی تاثیرات دوایی هر چهار دوا یک چیز است، باید سه میکانیزم و میکانیزمش هم یک چیز است، اما هر کدامش از خود یک توکسیسیتی جداگانه داره. When used at a maximal effective therapeutic dose، وقتی که در یک دوز بالاتر از افکتیو استفاده شون باعث توکسیسیتی میشن. The drug with which of the following sets of characteristics is most likely to have the highest incidence of toxicity. کدام یکی از اینها توکسیسیتیش بیشتر است؟ ببینید میدین افکتیو دوز داریم و دیگه توکسیک دوز جمع تقسیم افکتیو دوز، یعنی ای با ما شما تراپویدیک اندکس نشان میده. ما با شما در ویدیو قبلی گفتم که هر چقدر که تراپویدیک اندکس یا شاخص تداوی ما شما کوچکتر بود، به ما نظر توکسیسیتی دوا بیشتر است. ما بالای افکتیو دوز تاثیر نداریم، چون سوال شده از ما شما که توکسیسیتی کدام یکی بیشتر است. پس بالای میدین افکتیو دوز گپ نمیزنیم، او را فقط به خاطر از اینکه شما مخشوش شوین آورده، فقط در اینجا ما شما او را میبینیم که تراپویدیک اندکسش بسیار کوچک باشه که از 2.1، یعنی بسیار کوچک است. یعنی اگر این دوا را ما و شما 2.1 چند نرمال بتیم توکسیک میشه، این دوا 2.8 چند، این دوا 4 چند، این دوا 3 چند.
پس کدام یک از این دواها کمتر توکسیک خواهد بود؟ طبعا دوای سی که تروپایدیک اندکسش 4 است. سوال دیگر آوردن که Which of the following enzymes acting on phosphatidylcholine will directly regenerate diacyl glycerol. دیگه دیگر بیشتر درباره انزایم پرسان کرده که کدام انزایمی که بالای فسفاتیدیلکولینی که داخل غشای حجروی وجود دارد عمل نموده در نتیجه دایاسایل گلیسرول تولید خواهد کردن. شما میفهمین که انزایم فسفولیپیز سی کدام رسپتور انزایم فسفولیپیز سی را فعال میکنه؟ جی کیو پروتین. جی کیو پروتین فسفولیپیز سی را فعال میکنه، در نتیجه فسفولیپیز سی میره فسفاتیدیلکولین تجزیه میکنه با دایاسایل گلیسرول و انوزیتول ترای فاسفید که هر دویشان من حیث سکند مسنجر عمل میکنن. و دیگر سوال آوردن که لیکوتراین ها با یک مریض دستما داده شدن که از ریسپتور لیکوتراین عمل کردن و باعثن که برانکو کانسترکشن به وجود بیایه. البیترول که یک دوای دیگه است از طریق آخذه بیتا دو ریسپتور عمل کردن و باعث برانکو دایلیشن شدن. حالا شما بگوین که کدام یک از ترم های پایین درست است. میبینین لوکوتراین یک دواست، از طریق ریسپتور لوکوتراین عمل کرد و برانکو کانسترکشن به وجود آورد. البیترول دوای دومی است، از طریق ریسپتور جداگانه عمل کرد و باعث برانکو دایلیشن شد. پس اینا فیزیولوژیک انتاگونیست است. چرا؟ چون ریسپتورهایشان جداگانه است، خود دواها اگونیست هستند، اما تاثیرات نهاییشان بر ضد یکی دیگه است. یکیش باعث توسعه برانکس ها میشه و یکیش باعث تقبض برانکس ها میشه. فارماکولوژیکال انتاگونیست کدام دواها بود؟ اونایی که ریسپتورشان یک دان است و میرن یکیش انتاگونیست است یکیش اگونیست است. پارشل اگونیست چی بود؟ او دواهایی که ماکسیمم افیکاسی ندارن، یعنی وقتی با ریسپتور وصل میشن ماکسیمم ریسپانس تولید کرده نمیتونن. فیزیولوژیک انتاگونیست کدام انتاگونیست ها بود؟ اونایی که دو ریسپتور دارن و دو دوای اگونیست بالاشان عمل میکنه، در نتیجه تاثیرات نهاییشان بر ضد یکی دیگه است. کیمیکال انتاگونیست کدام دواها بود؟ اونایی که بدون ریسپتور هستن، هیچ ریسپتور ندارن و خود یک دوا بالای دوای دیگر وصل شده و تاثیرات دوا را نهی میکنه یا از بین میبره. و نان کامپتیتیو انتاگونیست کدام انتاگونیست است؟ یک نوعی از فارماکولوژیکال انتاگونیست است. پس جواب درست ما و شما فیزیولوژیک انتاگونیست میباشه. و یک بحث دیگر که با کسایی که امتحان یوسیمیلی میتن و یا میخواین به امتحان یوسیمیلی آمادگی بگیرن است که 5 بخش مهمه که از این سکشن اول یا جنرال پرنسپلز اکثرا در سوال ها ظاهر میشه چی است؟ یکی جی پروتینز است که شما باید یاد داشته باشین که 3 نوع جی پروتین داریم. جی اس استیمولیتوری است، باعث میشه که سیکلیک ای ام پی زیاد میشه داخل حجره و سیکلیک ای ام پی باعث فعال شدن تایروزین کاینیز ای میشه. و جی آی پروتین داریم که باعث کاهش سیکلیک ای ام پی میشه و جی کیو پروتین داریم که از طریق فسفولیپیز سی باعث تولید دای اسایل گلیسرول و انرژیتول ترای فاسفیت میشه. دیگه باید شما انزایم های پی 450 را یاد داشته باشند که فیز یک میتابولیزم است. در ویدیوهای فارماکوکینتیک ما روش مفصل صحبت کردم که فیز یک میتابولیزم شامل اکسیدیشن، ریداکشن و هایدرولیز است که مهمترینش اکسیدیشن است که از طریق انزایم های پی 450 بهش میره. و انزایم های پی 450 چرا مهم است؟ چون انزایم های پی 450 توسط بعضی از مولکول ها ایندیوس میشن، یعنی افرازشان بیشتر میشه و توسط بعضی دواها یا مولکول ها انهبیت میشن یا نهی میشن و برای درگ انتراکشن بسیار مهم هستن، موضوع بسیار مهم است. آینایزیشن یا چارجدار بودنشان که در ویدیو اول فارماکینتیک ما روش صحبت کردم که دواهایی که منحل در شحم هستن او دواها چارج ندارن و دواهایی که منحل در آب هستن او دواها چارج دارن، از غشای حجروی عبور کرده نمیتوانن. فیز دوی میتابولیزم باید یاد داشته باشین که در فیز دوی میتابولیزم ما شما کانجوگیشن داشتیم که مولکول های دوا را امرای مواد دیگه ما شما یک جای میکردیم که مهمترینش کانجوگیشن با
گلوکورونیک اسید بود که شما باید را یاد داشته باشین، بخصوص در سندروم های کریگلر ناجر یا در سندروم گلبر سندروم و یا هم که در اطفال نوزاد، چون در این مردم همین انزایمی که باعث گلوکورونیشن میشه ضعیف است. موضوع پنجم، شما با دی آر کورفز یاد داشته باشین، یعنی دوز ریسپانس کورفز، از جمله شکل ها و جدول هایی که در ویدیو اول فارماکودینامیکس ما رو صحبت کردم که توسط که در کدام دوز چقدر ریسپانس دوا تولید میکنه، که توسط از این کورف ها ما و شما افینیتی، افیکاسی و پوتنسی دواها را تعیین میکردیم.